سلام، من پدرامم. اینجا فیلم بازه. بریم معرفی سریال خون سرد. قبل از اینکه شروع کنیم یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم روشن کنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما باخبر باشید. سریال خون سرد جدیدترین سریال پخش شبکه خانگی، یک سریال پلیسی معمایی به کارگردانی امیر حسین ترابی و تهیه کنندگی بهمن کامیاره. امیر آقایی بازیگر نقش کسرا در این سریال در فیلم های همچون بی مادر، فیلم خانکشی، فیلم شنای پروانه، فیلم دیدن این فیلم جرم است و فیلم بادیگارد بازی کرده. شهرام حقیقت دوست بازیگر نقش سرگرد امیر در این سریال در فیلم های همچون معکوس، سر زیر آب، فیلم عطر داغ و فیلم زرد بازی کرده. از دیگر بازیگران معروف این سریال می توان به نیما شعبان نژاد، لیندا کیانی و امیررضا دلاوری اشاره کرد. خب بریم سراغ خلاصه داستان این سریال. امیر سرگرد باهوش و خودسر نیرو انتظامیه و کسرا دوست صمیمی او دکتر پزشک قانونی که با هم در حل پرونده ها همکاری دارن. پرونده آزار و اذیت یک دختر جوان در ترکیه که دست اونها میرسه و متوجه میشن که فرزند کوچک این زن هم دزدیده شده در ترکیه. بعد از تحقیقات امیر متوجه میشن که پای یک سایت مهاجرتی در این پرونده بازه و این سایت متعلق به یک فرد با نفوذ و یک آقازاده است. امیر سعی میکنه که گناهکار بودن این آقازاده رو ثابت کنه و هرچه زودتر فرزند گم شده این زن جوان رو نزد اون برگردونه. اما نفوذهایی که این آقازاده داره باعث میشه که پرونده به نتیجه درستی نرسه. خب بعد از پخش قسمت اول سریال خون سرد تصمیم گرفتیم این سریال رو به شما معرفی کنیم. از تیتراژ آغازین سریال شروع میکنیم که کمی طولانی و مدت زمان 5 دقیقه برای تیتراژ آغازین کمی خسته کننده است. شروع سریال هم شروع چندان جالبی نداره، اما کم کم سریال بهتر میشه. ولی یکی دیگر نکاتی که سریال اذیت میکنه علاقه زیاد کارگردان فیلم به صحنه های اسلویه. شاید یک دفعه برای معرفی شخصیت این صحنه های اسلو وجود داشته باشه، اشکال نداره، ولی 4-5 بار در یک قسمت سکانس های اسلو کمی دیگه زیاده رویه. داستان ریتم کندی داره و کمی هم کلیشه‌ایه. نکته مثبتش رو در این سریال میتونم به بازی خوب بازیگران و ایده جدیدی که در سریال های ایرانی داره اشاره کرد. اما تقریبا تا 40-45 دقیقه پایانی سریال زیاد شما رو ترغیب نمیکنه قسمت های بعدیش رو دوران کنید. و اما اتفاقاتی که در 10 دقیقه آخر قسمت اول میفته آدم رو ترغیب میکنه که حداقل یک قسمت دیگه از این سریال رو ببینه. و طبق شایعاتی که شده این سریال ایرانیزی شده یه سریال معروف دکستر، و با اتفاقاتی در انتهای قسمت اول افتاد بعید هم نیست که سریال ساخته شده روی سریال دکستر باشه. و در کل باید صبر کرد که ببینیم در قسمت دوم اتفاقات بهتری پیش میاد یا نه. خب ممنون که تو این ویدیو با ما همراه بودید. اگر دوست داشتید ما لایک کنید، سابسکرایب کنید و دوستانتون هم معرفی کنید. ممنون، تا بعد.